قیام کردن، جهانشون را دست دادن و تازه این مردک جهانی در حال سال 67 که 4000 نفر رو دستور کشتن و اعدامشون داده، اومده میگه ما به سرکوب بیرحمانه این مردم رو تهدید میکنیم. و معلوم نیست دیگه بیرحمانش کدوم از این دیگه بیرحمانه تر. مگه میشه شما بیای یه بچه 12 ساله رو بزنیم بعد میگیم میخواستیم به لاستیک بزنیم خوده به اون؟ این مسائلیه که توی هیچ جایی در باغ وحش هم پیدا نمیشه که یک چنین افرادی به حال اداره حیوانات هم تو این عرض کردم تو موقعی که یک چهره به نام سیدعلی در خامنه ای که در حال در مشهد دعاخون بوده توی قبرستونا اومده مملکت رو داره اداره میکنه سیستمش هنده. ولی ما همه ما طلبکاریم از این سپاه تروریستی پاسداران که اینا رو حفظ کردن و نگه داشتن، چون اونا اگه نبودن اینا نمیتونستن به این شکل ادامه بدن و این آدم کشی رو. همینه که سپاه داره خودش فرار میکنن، فرمانده هاشو خانواده هاشون هم هر روز فرودگاه با یه هواپیمایی به یه نقطه میفرستن که اغلبش گویا ونزوئلا و الا ولی نمیدونم دیگر کشورها. در امریکا که دیدم وزیر خارجه امریکا هم اعلام کرده ما در صدد این هستیم که خانواده های این پاسداران و این جانیان رو از امریکا هم بیرون بکنیم که امیدواریم دست به یه چنین اقدامی بزنه لااقل انتقام مردم ایران گرفته بشه. بله، در انتظار شنیدن مطالب شما هستیم. استاد شرفشاهی، امشب میخوایم یک فیلمی هست همش 2 دقیقه است ویدیو، تا هنگامی که کارگردان برنامه آماده بفرمایند من میخوام بگم که در این 2 دقیقه ویدیو ما 3 موضوع رو میخوایم صحبت کنیم و بسیار مهم. نخست در رابطه با اینکه فرهنگ دموکراسی داشتن که نداریم ما. دوم میخوایم صحبت کنیم در مورد همبستگی، یعنی چی؟ چطوری ما میتونیم همبسته بدیم بشیم که آزاد بشیم؟ سوم میخوام در رابطه با این نیروهای سلحشور آریایی ایرانی انقلابی، این کانونهای شورشی که افتخار برام آوردن، در یک کلمه صحبت بکنم و اون اینه که آقای شرفشاهی، تمام اون معادلات سابق و تمام اندیشه های سابق در هر زمینه ای در این زمان جدید که بعد از این جریان به وجود اومد، یعنی آخر زمان شد، شوخی نمی کنم اینها، یعنی یک اطلاعات علمی هست که حالا بعدا جای دیگه باید بحث بکنیم به فرای اینا، اون آخر زمان اومد و اون زمان سابق تموم شد. همه این پیرپاتال هایی که الان هی یه کار تری اینا و اصلا ایران را آزاد اینا نمیتونن بکنن، بایستی اندیشه نو، فکر نو، کار رو که به همین 2 دقیقه که پخش میکنیم مربوط میشه. ببینید ما آقای شرفشاهی رهبر انقلاب داریم 9 ساله، ما رهبر انقلاب داریم 23 ساله، ما رهبر انقلاب داریم 30 ساله. 3 نفر مشخصاً شاخصه ما هستن در این انقلاب. یکی کیان عزیزم پیر فلک 9 ساله که پدرش میثم آگاهی پیدا کرد که کشته شده، این من میبوسمش از راه دور، که اومد مادرش شجاعانه گستاخانه گفت از کتاب قانون تازیان بیزار بود. خیلی مهمه، هنوز که هنوزه خیلی ها میترسن همین حرف این جوان رو منتشر کنن. 400 کیلومتر حرف میزنن از در مورد کیان، یه جمله شه اصلش اینه، بقیه فاتحه. دوم مجید رهنورد عزیزم، من رضا مجید رضاش، من میگم رضا رهنورد بگید بهش، بچه محل من، بچه محل من، من 40 سال از ایران خارج شدم، تو محل من بچه مادرش مادر بزرگ ایشنا بزرگ شدن. پای اعدام با دست شکسته که روش شیر و خورشید و نقش بسته بود، این حرامزاده ها عمدن شکستن. یک آدمی اومد از با این یک مصاحبه کرد، الان خیلی بو آدم فحش میدن به خبرنگاره، آقا یه اطلاعاتی دا. من اگر ببینمش همون اطلاعاتی که با رضا رهنورد مصاحبه کرد دستش میبوسم، چون در تاریخ ثبت کرد یک پدیده ای رو و این تاریخی ثبت شدن که این بچه هنگام اعدام با دست بسته به گردنش
مثل بابک خرمدین از خرمدینی گفت. خرمدین هم بابک میگفت که من مسلمان نیستم، من خرمدینم و آیینم شادیست. خب این دو. بعد میرسیم به محسن شکاری. محسن شکاری یک فیلمی ازش منتشر شده کردیم که اینو دوستان میتونن ببینن، اینجا دیگه موقع فخشون نیست. آقای شرفشاهی، این بچه دانته نویسنده کمدی الهی رو رمز میکنه، دانته رو، و خود وقتی با جنایتکاران چیز میکنه میگه این چاقوی من اسم داشت، چاقوی قصابی من. ببینید میگه چاقو قصابی، پسر قصاب نبوده محسن، توی کافتریا کار میکرده. میگه این چاقو قصابی من، یعنی بر قصابی، این اسمش دانته بود. دانته یعنی چهار کلمه ای که نبرد و مبارزه این بچه رو میرسونده، که محسن امشب نمیخوام صحبت کنیم. خب این پیام‌آوران جدید خرد رو اگر شماها که تو خارج است، ماها یعنی خارج از کشور هستن، بفهمن بیان مطرح کنن، آزادی هم میاد، در این هم شکی نیست، حالا این باید یکم دیر بشه، اینا راههایی زودتر میاد. ولی اگر بپردازن به کلک‌های اطلاعاتی که وزارت اطلاعات خودش میندازه جلو پای اینا با کمک و مشاوره همین خارجی ها، چون آقای شرفشاهی من این به شما بگم، اطلاعاتی که من دارم با مهر یزدان پاک همیشه هم در اختیار مردم گذاشتم، این جمهوری اسلامی خودش اونجا نمونده. سرویس های بزرگ امنیتی دنیا که اینها سالها شهرها و کشورهای استانهای ما رو گرفتن، اینا از اول پشت سری بودن. اتحاد جماهیر شوروی تو ایران فدایی داشت، فدایی الان هم داره. خب ما باید این رو بفهمیم. علی خامنه ای اصلا باشه نباشه، او استعمار روسیه است اونجا، هیچی هم حالیش نیست، میکشه. چرا؟ چون منافعش اونجاست. حالا این فیلم رو اگر سی عزیز داره این فیلم رو ببینیم، بعد من بعد دو دقیقه بعد این رو همین فیلم صحبت کنم و خواهش کنم. سه تا تیکه بوده، ما به جایی که سه تا فیلم بفرستیم یکی فرستادیم که اینا رو یک دو سه باش دوستان گوش کنن، میخوام روش صحبت کنم. بله شما اگر ازتون بپرسم آیا سلطنت سعودی رو ترجیح میدید یا جمهوری فرانسه رو، جوابتون چی خواهد بود؟ من از شما پس سوال دارم. نوبت من دیگه. اگر در فرانسه باشم یا اگر بین سلطنت در عربستان سعودی امروز و جمهوری رو در فرانسه به عنوان مثال میگم در متد بکنید، کدوم رو ترجیح میدید؟ آقای قاسم نژاد شما کدوم رو ترجیح میدید؟ طبیعتاً جمهوری فرانسه. خب اگر جمهوری قذافی رو در نظر بگیریم یا سلطنت سوئد رو مثلا، کدوم رو ترجیح میدید توش باشید؟ طبیعتاً سلطنت سوئد. پس بنابراین شکل نظام تعیین کننده نیست، محتواش و ماهیتشه، درست؟ منتها ایران سوئد نیست. شما در جایگاه فان کارلوس نیستید. دقیقاً شما اگر فکر میکنید که اشکال از خود مردم و فرهنگشونه، بنابراین هیچ فرق نخواهد کرد شکل نهایی چیه، چون دیکتاتور سازی و بت سازی یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله سیاسی. ما باید فرهنگمون رو درست بکنیم و بعد آزادی سیاسی رو بهش میتونیم برسیم و پیاده بکنیم. این کافی نیست فقط حق رأی داشته باشیم، اگه فرهنگش رو نداشته باشیم حق رأی تنها کافی نیست و بنابراین از مسیر باز منحرف میشه، چه در فرم پادشاهیش چه در فرم جمهوریش. پس بیایم به عمق مسئله پی ببریم. و برای همینه که من اصلا بحث رو جمهوری و پادشاهی امروز نمیبینم، بلکه بحث رو واقعا قانونمندی، حکومت و قانون، به اصطلاح تقسیم قوا و خیلی مسائل دیگه. ببینید شاهزاده رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی به مجید رضا رهنورد چی میگه؟ میگه شیر و خورشید در برابر جهل و نادانی بود. این سخن پرنس رضا پهلوی خیلی زیبا و جالبه. شیر و خورشید رو رو دست رضا رهنورد ببینید. بله نه یه تمام نیروهای سیاسی که ادعای وطن پرستی و ملیگرایی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو دارن، من کار ندارم چپن یا راستن یا طرفدار جمهوری هستن یا پادشاهی، امروز باید متحد باشن. ببینید شما ببینید
ببینید استاد چرفشاهی، اینجا من از وسطش شروع میکنم که پرنس رضا وقتی که صفحه اینستاگرام رضا رهنورد رو تونستن آزاد بکنن، همه شهدا میتونن صفحاتشون رو آزاد کنن، خانواده‌هاشون، حالا اون بحثش جداست، کردن شاهزاده رضا پهلوی لقبی که به رضا رهنورد داد و داد و نوشت همین بود که اینجا مطرح شد که شیر و خورشیدی بودی که با جهل و تاریکی جنگیدی در برابرش وایسه. این خیلی حرف مهمیه. رضا پهلوی که قبلا هم گفته بود مسلح بشید و بجنگید و بارها در رابطه با مسائل دیگه هم صحبت کرده بود، اینجا رهنوردی که میگه قرآن، نماز، گریه، نه شادی تاییدش میکنه، یعنی یک رضا پهلوی جدید ما داریم. رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی وارد فاز دوران جدید زندگی جهانی شده، یعنی اونجوری الان ایشون فکر میکنه که بچهش فکر میکنه، نور اونجور که خودش 20 سال فکر میکرد دیگه نمیکنه رضا پهلوی. من خودم به رضا پرنس رضا پهلوی انتقاد داشتم که اومده بود گفته بود آقا نگید من آریایی هستم، آقا نگید اسلام، اگه اینا میخوام اسلام بمونه همینا، من خودم بهش انتقاد کرده بودم، همه عالم آدم میدونه. ولی الان وقتی میاد از کیان و با که میگه من بیزار بود بچه من از قرآن و از مجید پشتیبانی میکنه، یعنی یک دوران جدیدی حتی در تفکر ایشون به وجود اومده. همونطور که خود شهبانو عزیزم هم گفت، گفت مادرم منو به زور میباد روزه و فلان اینا، ماتیکم نمیذاش بزنم. خب اینا نو شدن، چون نو شدن مردم اجازه نداره، هیچ کس اجازه نداره بیاد به مثابه مواردی که در قبل مطرح شده در عصر قدیم که الان عصر جدید شروع شده بخواد اینا نقد کنه. بعد پرنس رضا پهلوی اینجا خیلی قشنگ میگه آقای شرفشاهی فرهنگ دموکراسی ما باید داشته باشیم. نداریم. فرهنگ دموکراسی چیه؟ اینتلیجنت. تمام سازمان‌های اطلاعاتی دنیا اسمش اینتلیجنت، یعنی ذکاوت، زیرکی، هفت خطی، رندی. تو وقتی نداشته باشی همه جون گول میزنن. وزارت اطلاعات میاد کمیته حقیقت‌یاب درست میکنه، خانم حقیقت که وکیلش بوده اسم خودش میذاره رو پشت سر، پشت سر هیچ کی نفهمه که اینه پولاریان. بعد شما هم آقا ما بریم حقیقت‌یاب بدیم، آقا دنیا داری میدونی اینا جنایت میکنن، خودشون اعتراف میکنن، آخونده همه دارن میگن که دارن میکشن دیگه، یا همه چه. پس میبینید نداریم این ذکاوت رو، رندی رو نداریم و و و و خیلی چیز دیگه. اینجا تو 10 دقیقه من نمیتونم بگم. وقتی ما اینا رو نداریم جناب شرفشاهی، همین آقایی که در برابر پرنس رضا پهلوی بود، هیچ کس بی نکته تاکنون دقت نکرده، رضا پهلوی هم خیلی با شخصیت بود، چه گفت همین آقای عزیز، دوست عزیز، درود دارم بهش، پوزش میخوام، مسئله ایران، ایشون فرهنگ نداره، نمیشناسه، نمیشناسه که خوان کارلوس پادشاه اسپانیاست. رضا پهلوی داره در رابطه با سوئد میگه. شما اسم پادشاه سوئد نمیدونی چیه، اومدی رو در رو با رضا پهلوی داری بحث میکنی، خب این فرهنگو نداره. این الان همه جا هست آقای شرفچی. مورد دوم، وقتی ما میگیم همبستگی، اتحاد، همبستگی که من با خودم تو آینه که نمیخوام بکنم، همبستگی باید با مخالفین بکنیم، با اونایی که ما با فکرشون مخالفیم. زمان محمد رضا شاه یه کارایی شد، یه کسایی بود، اونا همه هم باز نوکر بودن، از روس پول میگرفتن، از یار. ولی الان اگر یه کسی اندیشه های دیگه داره که با اندیشه من یکی نیست، اندیشه دینی فقط نباشه، دین سیاسی، ما باید با هم متحد بشیم. کاری که رضا پهلوی کرده و تاکنون، همه چیزا رو نمیتونم من اینجا بگم، رضا پهلوی هم نمیتونه همه چیزا رو بگه، کانون های شورشی که داره ازش پشتیبانی میشه که موفق هم دارن پیش میرن و این کانون های شورشی همین مجید هستن که در رابطه با دین نظرشونه و کیان هستن و غیره. اینها نکاتی است که استاد شرفشاهی خیلی مهمه. من عرایض زیاده ولی خب همیشه چون فرصت کمه من در خدمت هستم، شما رو گوش کنم. بله، این مشکل ما آقای سیاوش اوستا در ایران این سپاه تروریستی پاسدارانه که الان شما هم گفتین که در انگلیس هم اینا تعلیم کردن. نه استاد شرفشاهی ببخشید، فرمانده سپاه بر. فرمانده سپاه در ایران روسی است. اینا امروز میثم خامنه‌ای، بچه کوچک خامنه‌ای دیگه، تا حالا میگم ایران خواستم با میثم سال انقلاب به دنیا اومده، اصلا بچه‌اش کوچیک‌تره، حالا خواهرش و اینا عمری که دیدید دیگه، عمرش دیدید که بخاله بچن. میثم هم چون زمان روح الله زم بازداشتش کردن، زندانی شد، خیلی از اطلاعات این میداد به روح الله زم و این اومده گفته بابا یارو که می‌بینین بابای من نیست،
روسیه است داره توی ایران حکومت میکنه. همینی که میگم استاد شرفشاهی بایستی تکنولوژی جدیدی حکومت بشه. سپاه پاسداران ما سپاه پاسداران ایران نیست، سپاه پاسداران روسیه است و فرمانده اونها روسه. من تو برنامه شما عکسشون نشون دادم که اینا دست به سینه تو صف وایساده بودن، فرمانده های سپاه که میخواستن دست بدن. ما دشمن اصلی رو باید نشونه بگیریم، وگرنه فردا همین روسیه که اومده تلگرام درست کرده چه سپاه پاسداران در ایران هیچ پخی نیست. مردم اصلا استاد شرفشاهی مردم نباید از اینو بترسن. سپاه پاسداران هیچ نیست، اینا نوکرای روسیه هستن، اینا سربازای میهن من نیستن، اینا سربازای روسیه هستن. اما روسیه ای که آزادی خواهان مشروطه به توپ بست کشت، حالا جاش اومده یه سپاهی ها گذاشته، یارو برای یه لول تریاک و فرمانده هر کار بگن میکنه. استاد شرفشاهی ببخشید. بله خب به هر حال همین سپاه پاسداران به قول شما به کمک روسیه است که این رژیم رو سر پا نگه داشته. ظاهرش پوتین در حال با خامنه‌ای ارتباطاتی داره و در حال دستورهای طرفه ما هم دیگه میدن و اجرا میکنن، ولی کل ماجرا اینه که حالا چه روسی باشه چه در حال به یک کشور دیگه ای وابسته باشه، این سپاه پاسداران مقصر اصلی نگهداری این آخونده و ملاهاست در ایران. اونا هستن که در سایه این سپاه دارن مملکت رو به این روزگار میکشن و حالا کارشون به جای رسیده. میگه آقا این سیستمی که ما الان داریم و دستور اعدام و اینا میدیم، اینا باید اون مسئله شدیدترشو که در اسلام هست به مرحله اجرا بذاریم. اینا دنبال این ماجرا، یعنی آخونده میدونه که اگر این حکومت بره دیگه زنده نمیمونه و جرأتی هم نداره. همین الانش هم جرأت ندارن تو خیابونا را برن. گاهی اوقات پشتشون نگاه میکنن دیدیم که دخترها عمامه هاشون میندازن بیرون. بنابراین اینا چون میدونن امنیت ندارن، بنابراین خب به روسیه چسبیده سید علی خامنه‌ای و روس‌ها در ایران حکومت دارن میکنن. و جای شگفتی برای من اینه که چرا انگلیس و امریکا تا این حد این فرصت و اجازه رو در اختیار روس‌ها گذاشتن که این همه در مملکت ما پیشرفت بکنن. استاد شرفشاهی من صحبت‌های منصور عزیزم رو میبوسمش از راه دور. با آقای توفیقی گوش میکردم از تلویزیون پارس. واقعا منصور جان سپاسگزارم که خیلی خوب صحبت کردی. به همین مناسبت آقای شرفشاهی، من چند روز پیش اعلام کردم که به روز صغیر من ازش خواستم بیاد اعتصاب قضا بکنه برای ضدیت با اعدام ها و اعتراض به اعدام ها، چون تا حالا به روز صغیر هیچ کاری نکرده. این رفیق نازنین من هیچ کار تا حالا که نکرده، اخیرا اومده گفته که من با شما همدردی میخوام. مردم ایران به روز همدردی نمیخوان، همراهی میخوان. تنها کاری که به روز میتونه بکنه اینه که بیاد اعتصاب قضا بکنه، مردم پشت سرش برن. عکس متاسفانه نرسید خدمتتون فرستاده بودم، عکسی هست که چون صفحه اینستاگرام رهنورد رضا باز شده استاد شرفشاهی، جدا از اینکه عکس محمدرضا شاه شهبانو اینا تو صفحه‌اش هست که الان همه میتونن برن ببینن، تو همین فیلمی که نشون دادیم هست رفرنسش. استاد شرفشاهی عکس شاه فرح و هوادار بوده، دوست داشته و از جمله بهروز وثوقی، بهروز اومده تولد تو این بچه تبریک گفته سال گذشته توی صفحه اینستاگرامش. من برای همین بچه رضا رهنوردم که شده از تو میخوام که چند تا فیلم تا حالا بهروز وثوقی برای جمهوری اسلامی بازی کرده، از جمله آشغال‌ها. آشغال‌ها یعنی من، شما، آقای شرفشاهی، همه اپوزیسیون آشغالیم. حالا این فقط بحث جداست، نمی‌کنم الان. برای اینکه بهروز جان همه ما تو رو ببخشیمت به خاطر این سال‌ها 30 سال چه کردی، ازت خواهش می‌کنم بیا بگو من به عنوان ضدیت با اعدام در ایران و جلوگیری کردن از کشتار بچه های جوان اعتصاب قضا میکنم. آقای شرفشاهی استاد، من مطمئنم مؤثر واقع میشه. چند ساعت پس از این که من اینو اعلام کردم هفته پیش، فریده مرادخانی که در زندان هست و ایشون رئیس کمیته ضد اعدام در ایرانه، یعنی در ایران برای اولین بار یک کمیته چند سال پیش باز شد ضد اعدام، فریده بازش کرد و این خودش الان تو زندان اعتصاب قضا کرده، یه دختر داره میمیره. ترانه علی دوست، نیکی کریمی، دو هنرمندای دو زنای خارج داخل، همه دارن از این حرکت استقبال میکنن. تو بهروز به خاطر هوادارات، هوادار زیاد داری، اعتصاب قضا رو همین فردا باید اعلام بکنی، در فقط همین ها، در ضدیت با اعدام
آقای شرفشاهی خیلی مهمه، به روز محبوبیت زیاد بود. باید یه کاری بکنه، همونطور که منصور عزیز امشب اومد این حرفا زد، همونطور که داریوش عزیز مثل شیر اومده تو میدون. گذشته گذشته است، ما به گذشته کسی کاری نداریم، الان رو داریم بررسی میکنیم. دشمنم چون میخواد آقای شرفشاهی تفرقه بندازه، میگه آقا داریوش فلان ترانه رو خوند، الان هر کی بیاد تو این سپاه بجنگه مثل کاری که داریوش داره میکنه، مثل کاری که منصور عزیزم کرد. و بهروز وثوقی وظیفش اینه که به خاطر قیصربازیه که شاه با این فیلم مخالفت کرد، گوزنها و غیرش بایستی بیاد توی میدون و از همین فردا اعتصاب قضاش اعلام بکنه برای ضدیت با اعدام در ایران. بسیار ممنون از شما، وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین با مطالب جالبی که بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی برای شما آرزو دارم. استاد چرفشاهی سپاسگزارم، از کارگردان برنامه هم سپاسگزارم. سال خوبی رو برای شما همه، برادرم امیر شجری، آرزو میکنم تا سال آینده. بسیار ممنونم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو و سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود. مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی.